سرخط مهمترین خبرها. آمد کرزی و توماس وز درباره ثبات در افغانستان گفتگو کردند. هشدار حزب سوسیال دموکرات اتریش به طرفداران طالبان باید پاسخگوی اعمال خود باشند. منبع: بانک توسعه آسیایی اوایل سال آینده دفتر در افغانستان را بازگشایی می کند. و حقوق بشر سازمان ملل: حقوق بشر در افغانستان در حال فروپاشی است. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما باشید. هشدار حزب سوسیال دموکرات اتریش به طرفداران طالبان باید پاسخگوی اعمال خود باشند. حزب سوسیال دموکرات اتریش با آن دست طرفداران طالبان در اتریش که احتمالاً مسئول نقض قوانین بین‌المللی و انجام جنایات حقوق بشری هستند، هشدار داد و گفت باید پاسخگوی اعمال خود باشند. این حزب در قطعنامه پیشنهادی به کمیته دادگستری پارلمان اتریش تاکید کرد که این موضوع باید از طریق اعمال اصلی حقوق جهانی و سایر اقدامات مناسب انجام شود. از سوی هم حزب سوسیال دموکرات در طرح پیشنهادی از وزیر عدلیه اتریش خواسته است که دادگاه کیفری بین‌المللی در تحقیقات جاریش از نقض حقوق بین‌المللی و حقوق بشر در افغانستان حمایت کند. این حزب پرنفوذ اتریشی روابط جامعه جهانی با طالبان را بی هدف، ناهماهنگ و محافظه‌کارانه توصیف کرده است. منبع: بانک توسعه آسیایی اوایل سال آینده میلادی دفتر در افغانستان را بازگشایی می کند. یک منبع معتبر به روزنامه 8 صبح می گوید که بانک توسعه آسیایی یعنی EDB دفتر در افغانستان را در ماه جنوری یا فوری سال آینده بازگشایی خواهد کرد. این منبع که نخواست از وی نام برده شود روز جمعه 24 سال تایید کرد که این بانک همچنان میخواد تا دست کم 40 میلیون دلار را در قالب کمک‌های بشردوستانه به افغانستان کمک کند. با گفته منبع، آمریکا و ژاپن به عنوان دو تحمیل کننده اصلی بر بانک توسعه آسیایی فشار وارد کردند که دفترش را در افغانستان زیر اداره طالبان بازگشایی کند. قرار است کمک‌هایی که برای افغانستان در نظر گرفته شده با باز شدن دفتر این بانک در کابل در زمینه مواد غذایی و خدمات صحی مصرف شود. بانک توسعه آسیایی در پی تسلط دوباره طالبان بر کشور، فعالیتش در افغانستان را به حالت تعلیق درآورده است. طی این دو سال، بانک توسعه آسیایی در چندین مورد به افغانستان زیر اداره طالبان به ویژه در بخش صحت کمک کرده است. پیش از تسلط طالبان، بانک انکشاف آسیایی از تحمیل کنندگان مهم حکومت پیشین افغانستان بود و این نهاد بین‌المللی صدها میلیون دلار تا اکنون در بخش‌های بازسازی افغانستان مصرف کرده است. حامد کرزی و توماس وز درباره ثبات در افغانستان گفتگو کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور و توماس وز نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان در یک گفتگوی ویدیویی روز جمعه 24 سنبله بر ضرورت گفتگوی بین الافغانی برای رسیدن به صلح و ثبات دائمی در افغانستان تاکید کردند. آقای کرزی از این گفتگویش با آقای وز خبر داده و گفته است که دو طرف ابراز امیدواری کردند که زمینه چنین تفاهم به‌زودی فراهم شود. او افزوده است که در این گفتگو در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان نیز بحث شده و کمک‌های لازم و کشاورزان در زمینه آبیاری و دیگر چیزها ضروری و مهم شمرده شد. رئیس جمهور پیشین کشور گفته که در این گفتگو همچنین بر اهمیت آموزش دختران و پسران برای رشد اقتصادی و آینده روشن افغانستان تاکید شد. آقای کرزی گفته که از آمریکا خواسته است که برای فراهم سازی زمینه تحصیل برای جوانان افغانستان همکاری کند. این در حال است که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شده و این گروه دروازه های دانشگاه ها را نیز برای دانشجویان دختر مسدود کرده است. آقای کرزی یکی از منتقدان این تصمیم طالبان است و تا اکنون بارها از این گروه خواسته است که به دختران اجازه آموزش را بدهد. حقوق بشر سازمان ملل: حقوق بشر در افغانستان در حال فروپاشی است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در مرحله فروپاشی کامل قرار دارد
و زندگی میلیون ها زن و دختر را تحت تاثیر قرار داده است. او افزود که هرچند نقض حقوق بشر در افغانستان اتفاق تازه‌ای نیست، اما طالبان از زمان سلطه بر این کشور به صورت هدفمند حقوق اساسی زنان و دختران را هدف قرار داده و این باعث شده است تا زنان و دختران از پیش جنبه های زندگی عمومی و روزمره محروم شوند. او که اعلامیه خود را در 54مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد و با تاکید بر اینکه طالبان باید به قوانین بین‌المللی پابند و متحد بمانند گفت، حمایت های سازمان یافته از حقوق بشر در تمام سطوح در افغانستان کاهش یافته است. در اعلامیه او در مورد وضعیت زنان در افغانستان آمده است، سطح تکان دهنده سرکوب زنان و دختران افغان به اندازه ظالمانه است. افغانستان به عنوان تنها کشور در جهان که در آن زنان و دختران از دسترسی به تحصیلات متوسطه و عالی محرومند، یک وضعیت ویرانگر ایجاد کرده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل افزود که محدودیت‌ها به طور فزاینده شدید تر می‌شوند و آزادی‌های اساسی زنان و دختران سرکوب می‌شوند. روز دوشنبه نمایندگان شمار از دولت‌های جهان در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل نگرانی‌های خود را از نقض گسترده حقوق بشر و به ویژه سرکوب مدام زنان و دختران در افغانستان ابراز کردند. ریچارد بن، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، نیست. گزارش جدید خود را به این شورا ارائه کرد و گفت رفتار ظالمانه و زن ستیزانه طالبان همچنان وضعیت زندگی را برای میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان دشوار کرده است. ریچارد بن همچنین افزود که طالبان تمایل به ایجاد دولت فراگیر با حضور نمایندگان همه اقوام ندارند. او نیز با تکرار اینکه زنان در افغانستان با ده ها فرمان صادر شده از طرف طالبان از بیشتر جنبه های زندگی محروم شدند گفت که در آخرین مورد طالبان از سفر تحصیلی شمار از زنان به دبی جلوگیری کردند. او در ادامه افزود که در 2 سال گذشته قوانین و نهادهایی که زمان در افغانستان از حقوق بشر حمایت می کردند به طور نظاممند حذف شدند. قانون اساسی به حالت تعلیق در آمده است و قوانین در حال حاضر به جای فرائین های مشورتی با فرامین وضع می شوند. او تصریح کرد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که زمان نقش حیاتی داشت دیگر وجود ندارد. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین بازگشت مجازات های بدنی و اعدام در ملای عام را باعث نگرانی عمده از نقص حقوق بشر در افغانستان دانست و افزود علی‌رغم اظهارات مکرر مقام های بالفعل طالبان در مورد عفو عمومی، ما همچنان به مستندسازی نقض حقوق بشر علیه افراد وابسته به دولت سابق و نیروهای امنیتی آن ادامه می دهیم. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددکار همه‌تان.